در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از آغاز تور آسیایی رئیس جمهور آمریکا، محکومیت ترکیه توسط دولت سوریه، به خطر افتادن کابینه نخست وزیر اسرائیل و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 31 اردیبهشت، شمار مبتلایین کرونا در جهان به 526,830,000 نفر نزدیک شد و تعداد فوتی‌ها از مرز 6,300,000 نفر عبور کرد. تا کنون حدود 496,800,000 نفر از این بیماری بهبود یافتند. آمارها نشان می‌دهد موج اومیکرون در جهان رو به کاهش است و فشار بر کادر درمانی کشورها کمتر شده است. انگلستان اعلام کرده هشدار کرونا در این کشور را از سطح 4 به سطح 3 کاهش داده است. موارد ابتلا در آفریقای جنوبی نیز با کاهش نسبی همراه شده است. در سوی دیگر جهان، شهر شانگهای چین روز جمعه نخستین موارد ابتلا در خارج از مناطق قرنطینه شده این کلان شهر را شناسایی کرد. دولت ژاپن هم اعلام کرده در ماه آینده تعداد شهروندان خارجی را که به این کشور سفر می‌کنند به 20,000 نفر در روز کاهش خواهد داد. همچنین مقامات کره شمالی اعلام کردند در نخستین شیوع کرونا در این کشور موارد قطعی ابتلا به کرونا از مرز 2,000,000 نفر عبور کرده است. تازه ترین تحولات جنگ در اوکراین. با وجود توقف مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین، رئیس جمهور اوکراین بار دیگر تاکید کرد که این جنگ تنها با دیپلماسی پایان می‌یابد. ولادیمیر زلنسکی همچنین از کشورهای متحد اوکراین خواسته دارایی‌های مسدود شده روسیه را برای پرداخت غرامت به آسیب دیدگان جنگ در اوکراین در نظر بگیرد. از سوی دیگر با تسلیم شدن آخرین مدافعان اوکراینی حاضر در کارخانه فولاد شهر ماریوپول، ارتش روسیه در شهر ماریوپول اعلام پیروزی کرده است. وزارت دفاع روسیه گفته شامگاه جمعه 531 سرباز اوکراینی این کارخانه را ترک کردند، اما هنوز اطلاعی از سرنوشت این سربازان وجود ندارد. همچنین لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا خواستار تجهیز مولداوی به استانداردهای ناتو شد تا این کشور همسایه اوکراین از خطر تهاجم روسیه در امان باشد. آغاز تور آسیایی رئیس جمهور آمریکا. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه با ورود به کره جنوبی تور آسیایی خود را آغاز کرد. دیدار و گفتگو با یون سوک یئول رئیس جمهور کره جنوبی از برنامه‌های مهم جو بایدن در این سفر محسوب می‌شود. یافتن راهکارهایی برای خروج از بنبست سیاسی مربوط به برنامه هسته‌ای کره شمالی و گسترش نفوذ چین در منطقه از محورهای گفتگوی بایدن و همتای او در کره جنوبی است. ورود به ژاپن و دیدار با مقامات این کشور نیز از دیگر برنامه‌های سفر 6 روزه بایدن است. تولید و تأمین تراشه‌های کامپیوتری از مسائل مهمی است که رئیس جمهور آمریکا در تور آسیایی خود به آن خواهد پرداخت. تراشه‌های کامپیوتری در آمریکا برای تجهیزات نظامی و کالاهای مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرد و آمریکا نگران است روند تأمین این تراشه‌ها در آینده با خطر روبرو شود. محکومیت ترکیه توسط دولت سوریه. وزارت خارجه سوریه اعلام کرد هدف طرح غیرقانونی ترکیه از ساخت مسکن در شمال این کشور استعمار سوریه است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اخیراً گفته در مناطق تحت کنترل کشورش در سوریه برای 1,000,000 نفر مسکن می‌سازد. سوریه هم گفته هدف از این اقدام حفاظت از مناطق مرزی سوریه و ترکیه نیست، بلکه استعمار و فراهم کردن شرایط برای اجرای طرح‌های تروریستی علیه مردم سوریه است. هشدار آمریکا به انگلیس درباره ایرلند شمالی. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به انگلستان هشدار داد که اگر این کشور در برنامه‌های یک جانبه خود برای کنار گذاشتن برخی از قوانین تجارت با ایرلند شمالی تجدید نظر نکند، هیچ توافق تجاری آزادی میان آمریکا و انگلیس به وجود نخواهد آمد. انگلیس اخیراً به اتحادیه اروپا اعلام کرده که این کشور میتواند قوانین توافق شده با این اتحادیه از جمله بازرسی مرزی برخی کالاهای ارسال شده از انگلیس به ایرلند شمالی را کنار بگذارد. قوانینی که در مذاکرات پسا برگزیت میان انگلیس و اتحادیه اروپا تصویب شده بود. به خطر افتادن کابینه نخست وزیر اسرائیل. با جدا شدن یکی از نمایندگان عرب پارلمان رژیم صهیونیستی از ائتلاف دولت نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، ادامه کار کابینه دولت با شکنندگی بیشتری همراه شده است.
این نماینده عرب در نامه‌ای به نخست وزیر و وزیر خارجه اسرائیل خروج خود از کابینه ائتلافی اسرائیل را اعلام کرد. او در نامه خود حملات اسرائیل به مردم فلسطین و مسجد الاقصا و یورش پلیس به تشییع کنندگان پیکر شیرین ابو عاقله خبرنگار فقید شبکه الجزیره را محکوم کرده است. بدین ترتیب این احتمال وجود دارد که اپوزیسیون اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو طرح انحلال دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام را ارائه دهد.